کرده دیر با آدم میرسه آدم از اشتها میفته شانس رو آدم برای اشتها نهرم تازا ماشالله آقا شما چقدر عجله داری سه پرس خوردی تا حالا آنجو کجایی شما آقا قربونتون برم باید بپزه فعلا شما این خورشت قیمه رو میل بفرمایید تا بعد دوباره جوجه کبابتونم براتون بیا قربونتم خیلی ازتون ممنونم واقعا غذاتون بهترین غذای درجه سه است بله درجه سه چی آقا درجه یک اختیار داره خانم سه که بیشتر از یکه میگن یک دو سه نه عزیزم این رستوران با رستورانهای دیگه فرق میکنه به اینجا میگن خام بابا میل کنی تا جوجه کبابتونم بیاد خاننم که بگن شما لطف کنید دو تا جوجه کباب همین الان بذار رو آتیش تا این تموم نشده بیان یخ نکنه حتما یخ دستر مثلا ماست من بیاری ماست خیاری ماست موسیری یخ کشک بادم جونی دلمه نری دلمه متاسفانه تموم شده یخ نون خالی بیاری بله حتما برمونتا پیتا باشه اشکال نداریم برقایی باشه بهتر حتما بچه را ازش نمیاد این لولتون اینه گوشت از سره یه بدش کن بخوریم دیگه خوریم اینم جوجه کباب ایوه چرا غمگینی شما ایوه خانم کجایی فرت نمی کنی مشتری گشنشه اینا جمع کنی خانم ببرین لطفا اینا رو جمع ماشاءالله هنوز گشنت میشون ببرین اینا در خانم لازم نهارن نه باشه من لازم دارم بفرمید الان دندون خدمت کنه بله میارم دسر کی داریم؟ بستنی، فالوده، آب پرتقال، چایی، زولبیا بامیه یه دیست زولبیا بامیه؟ یه دیست؟ بله بامیه هست میشتر تنها میخواییم بخوریم؟ بله، آخه امروز یخت سردیم کرده بله، معلومه یه چای ترکی بزرگ بله دوتا بستنی؟ دوتا یک و نصف فالوده بله دوتا حلال دن حتما بعدم صورت حتما نوش جونتون امیدوارم از غذاهای ما لذت برده باشین تا اینجاش که بعد نمیده حالا بیم آخرش چی میشه متشکرم حالا شما هر چیزی نیستم خوردنم کار سخت یا یخت لیمو بخورم ببارم بسه خلال دندون چی شد؟ الان میارم خدمت چشم بابا خب یه تمندی کردی خداوند شکرت ای خدای بزرگ ما رو در این ایام عید نوروز سیر کردی پس بقیه گشنه ها رو مرد بده آقا شما دارین نفرین میکنین یا دعا میکنین چه طرز دعا کردن این چاییتون بفرمایید عرض کردم خدا گشنه ها رو مرد بده یعنی گشنه های ناموس مردم رو اونا که چشم نظر به مال مردم دارن باری کلا حلال دندان حلال دندان بفرمایید شما با جاش چه بنده آخه بعضی رستوران ها از این حلال دندان ها ندارن اینه که ما گاگادر چیز میکنیم بردارم ممکنه لازم بشه میدونی آدم یه جاهایی میره قند ندارن میگن با شکر باس بخوریم اون غذایی هم که میخوام ببرم هم لطفا برمیگرم بله الان میارم خدمت خیلی ممنون صورت حساب هم یادتون نره حتما شما درست که اینجا تنها کار میکنیم منظور فضولم مگه دارم این چه مربوطه تنها کار اینقدر تنهای کار کن تا بمیری بفرمایید حضرت آقا این غذا 5 تا غذایی که تو گو سفارش کردم تو چی سفارش کردم؟ تو گو غذا واسه تو گو گذاشتی خانم نه آقای عزیز یعنی این که میخواییم ببریم با خودتون با خودم ببرم بله چلو کباب سلطانی سبزی پلو ماهی سفید جوجه کباب بدون استخون قرمه سبزی و این یکیشم همون قیمه ای که ماشاءالله خوردی خوشتون اومد الان جوجه کباب با استخون نداشتی شما که بدون استخون دستور دادی ای به این رستوران نیست
چطور؟ جوجه کباب بخص خونری؟ نه داریم، شما سفارش ندادید. خیلی ممنون واقعا. غذا راضی بودیم؟ بله، دست شما درد نکنه. خیلی خوشحال. واقعا تو زندگی من، البته میدونید من زیاد شکمو نیستم. بله معلومه. ولی امشب یه خورده کم خوردم واسه که لژیم دارم. آه. بله، آخه کلسترولم بالاست. آه. دکتر گفته کلسترولت بره بالا و ممکنه قلبت بره پایین. مسلمه شما اگر کلسترولتون بره بالا، خب مسلمه آدم سالمی. بله ولی واقعا ولی خوشبختانه من یه چیزی خدمت شما بگم که رستوران ما از روغنای معمولی به هیچ وجه استفاده نمیکنه. البته برای ما فرق نمیکنه، ما میخوام پول بدیم هر روغن شما مرد. البته ما دست میکنیم تو این جیبمون، پول میدیم غذا میخوریم. البته پول خوب میدیم غذای خوب میخوام. بله مسلمه میدونیم ما مشتریامون خدا رو شکر همه آدمایی هستن که غذای ما رو دوست دارن، جای دیگه هم نمیرن. آره واقعا من از این رستوران به این خوبی و با این سرویس عالی میگم خدایی نکرده اگر یه آدم عوضی پیدا شه و بیشتر یا بیاد اینجا یه پرسون تا به شما رو بخوره و بگه پول ندارم برم، چیکارش میکنه شما؟ نه 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 نه، ما تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده که مشتری این تیپی داشته باشه. حالا اومدیم و یه نفر اومد خانم. والا خدمتون عرض شود که خب کردیت کارت ازشون قبول بود. آه یعنی یه پرس خورده باشه میتونی کردیت کارت بده؟ بله. حالا اگه دو پرس خورده باشه و بگه کردیت کارتم ندارم چی؟ خب اگر کردیت کارتم نداشته باشه دو پرس هم خورده باشه میتونیم چکم قبول کنیم. آه بس شما چکم قبول میکنی؟ بله. راستی حالا اومده ما این طرف اومده بود اینجا یه دو پرس خورده بود و یه پرس هم اضافه خورده بود و چهت هم موشاوه و یه بستنی هم خورده بود. گفت چکم نهارم بدم. خب آخه ما نداریم همچین مشکلی. حالا اومد و یه همچین آدمی اومد دیگه. اتفاقا خانم شما پیشبینی نمیتونی بکنید. بله درست میفرمایید، ما چون تا به حال بر نخوردیم نمیدونم چی بگم، ولی خب میتونیم که ازشون خواهش کنیم که یه ساعتی انگشتر یه چیزی با ارزشی که دارن اینجا پیش ما بذارن، بعد که پول آوردن ما دوباره امانتشون تقدیم کنیم. یعنی اگر کسی که ساعت و انگشتر داشته و شاید تا 7-8 برس قضا خورده باشه و 4-5 تن بخواد با خودش ببره، انگشتر ساعت رو قبول میکنیم؟ بله بله. حالا اومدیم یه روی انگشتر ساعت هم نداره، کردیت کارت هم نداشت، چکم نداشت، پول هم نداشت. خب ازشون خواهش میکنیم که اینجا توی آشپزخونه بغل دست آشپز ما کار یاد بگیرن. بله. حالا اومدیم این بچه پررود و خودش مشتی بود و گفت ما نه چک داریم نه پول داریم نه کردیت کارت داریم نه واسه کسی کار میکنیم، ما چه کار میکنیم؟ خب ازشون میخواییم که زمین رستوران رو بشورن. بله. یعنی به جای غذایی که خوردم و خواهد ببره باز زمین رستوران بشوره؟ بله. اومدیم و گفت نمیشورم، اون وقت چی کار میکنیم؟ که غذا بخوره، کردیت کارت نده. بله. چک نده. بله. ساعت و انگشترم نداشته باشه. باشی. یا داشته باشه و نده. نه نداره بیچاره. نداره. بله. بله. یا اینکه پر رو هم باشه نخواد بره کارت پیره. نه که نمیکنه. بله آشپزخونه کار کنه. بله. زمین هم نمیشه. زمین هم نمیشه. صحیح. بله. ما با یه همچین افرادی این شکلی اینجوری پس کلش رو میگیریم یه تیپا بهش میزنیم از دم در با